ده سال از مرگ یاسر عرفات رهبر فلسطینی ها میگذرد و برای بزرگداشت این دهمین سالگرد مرگ او، سوها عرفات همسر یاسر عرفات در اقدامی نادر قبول کرده که با برنامه هارد تاک بخش انگلیسی بی بی سی گفتگو بکند و به سوال هایی مثل تجربه همسر عرفات بودن، اینکه چرا فکر می کند عرفات را کشتند و چرا تصمیم گرفته است در جزیره مال زندگی کند و نه در بین مردم فلسطین که احترام زیادی برای شوهرش قائل بودند، پاسخ بدهد. زینب بداوی برای این گفتگو به جزیره مالت، محل اقامت سوها عرفات، رفته است. سوها عرفات، خیلی به این برنامه خوش اومدین. خیلی ممنون زینب. 10 سال از مرگ یاسر عرفات میگذره. خیلی ها اون رو پدر مردم فلسطین میدونستن. آیا شما به عنوان بیوه اون خودتون رو مادر اونها میدونین؟ نه، من خودم رو مادرشون نمیدونم. خودم رو شریک زندگی اون میدونم. او یک رهبر بزرگ و بنیانگذار فلسطین بود. پدر همه مردم و کودکان فلسطین. This life with him. I've lived 20 years. من در کنارش زندگی می‌کردم. 20 سال در کنارش بودم. همراهی کردن این رهبر بزرگ در مهمترین مراحل زندگیش برام افتخار بزرگی بود. During the most important steps in his life, during all this, suffering. در تمام درد و رنج‌ها و همه سختی‌هایی که کشید، او پدر همه فلسطینی‌ها و همه بچه‌های فلسطینه. Every single Palestinian child and individual in Palestine. شما گفتین که بیش از 20 سال در کنار شوهرتون بودین و اون خیلی سعی میکرد از شما و دخترتون زهوه که در سال 1995 به دنیا اومد محافظت کنه. اون چطور شوهری بود؟ چون باره علم‌الدین، دبیر سرویس خارجی روزنامه الحیات، روزنامه عربی زبانی که در لندن منتشر میشه، میگه یاسر عرفات با آرمانش ازدواج کرده بود و آرمانش رو بیش از همسر و دخترش دوست داشت. Yes, because Baria, who's a friend of mine. بله، باره دوست منه و اون اوایل که در تونس بودیم چند بار پیش من اومد و خونه زندگی ما رو دید. خونه ما همزمان دفتر کار شوهرم هم بود. 5 دقیقه می دیدمش و بعد سراغ کارهاش می رفت. در واقع من بخشی از آرمانش و یکی از چیزهایی بودم که در دفتر کارش وجود داشت. آسون نبود، ولی به عنوان یک فلسطینی مسلماً درک می کردم که چقدر مسئولیت روی دوششه و مردممون چقدر در رنج هستن. در کارهاش و مقاومتی که هر روز مشغولش بود همراهش بودم. در تمام طول این زندگی سخت در کنارش بودم. اما بعداً از رام الله و غزه خارج شدین و اول در فرانسه و حالا هم در مالت مستقر شدین و در رفاه نسبی هستین. وقتی همونطور که خودتونم توضیح دادین درد و رنج مردم فلسطین رو میبینین و اینکه بعضیا برای برآورده کردن نیازهای اولیه روزمره هم با مشکل روبرو هستن، چه احساسی دارین؟ احساس وحشتناکی دارم. دلم میخواد کاری براشون بکنم ولی آسون نیست. چون در اونجا حضور ندارم، با خیلی از رهبران جهان و کسانی که مشغول فعالیت‌های بشر دوستانه هستن صحبت میکنم و سعی میکنم کمی به بهتر شدن اوضاع کمک کنم. ولی کار خیلی سختیه و آدم رو سرخورده میکنه. چون برای این کار باید در اونجا باشین ولی این امکان وجود نداره. چرا نمیتونین اونجا باشین؟ چون اونجا بودن و به دوش کشیدن نام عرفات خیلی سخته. همه از این اسم خوششون نمیاد. در مرکز توجه قرار گرفتن آسون نیست. اگه با دخترم به اونجا برم همه دورمون جمع میشن و شاید بعضیا که نمیخوام اسمشون رو بیارم خوششون نیاد که من با دخترم به اونجا برم. این روزها در جهان عرب تمایل زیادی به رها شدن از شر نمادها وجود داره. ما دیگه شخصیت‌هایی نداریم که نماد باشن. عرفات یک نماد بزرگ بود و مردم سراسر فلسطین رو دور هم جمع می‌کرد. اگر عرفات زنده بود، این جدایی‌ها بین فتح و حماس اتفاق نمی‌افتاد.
به موضوع اختلاف فتح و حماس میرسیم. ولی شما میگین که نام عرفات برای همه خوشایند نیست. میخوام به ماجرای مرگ یاسر عرفات برگردم. اون در نوامبر 2004 فوت کرد. در اکتبر اون سال با هواپیما از رام الله به یک بیمارستان نظامی در فرانسه منتقل شد و در اونجا از دنیا رفت. سوء زنهایی در مورد علت مرگش وجود داشت که شما هم اونها رو مطرح کردین و خیلی با صراحت گفتین که معتقدین اون رو مسموم کردن و در واقع به قتل رسوندن. مسلماً. و شما خواستین که در سال 2012 نبش قبر انجام بشه تا روی بقایای جسدش آزمایش انجام بشه. سه سری بررسی در این زمینه توسط سه گروه انجام شد. سوئیسی‌ها، فرانسوی‌ها و روس‌ها. روس‌ها گفتن که یاسر عرفات به مرگ طبیعی مرده. سوئیسی‌ها گفتن یافته‌های اونا تا حدی رو تایید میکنه که مرگ عرفات در نتیجه عوارض ناشی از مسمومیت با پولونیوم بوده و تحقیقات فرانسوی ها هم هنوز در جریانه. چرا معتقدین که اون رو مسموم کردن؟ من نتیجه تحقیقات سوئیسی ها رو بیشتر قبول دارم. اونها بی‌طرف‌تر و حرفه‌ای‌تر هستن. دپارتمان مواد رادیواکتیو دانشگاه لوزان در مورد جنایت در سراسر دنیا تحقیق میکنه. اونها کاربرد شکافی کردن و گفتن که در بدنش نشانه خفیفی از پولونیوم 210 وجود داشته. این همون ماده یکی یکی از مخالفان حکومت روسیه باهاش به قتل رسید. الکساندر لیتوینکو فکر کنم در سال 2006 بود. بله، در لندن بود. من از نتیجه آزمایش ها کاملا متقاعد شدم، چون ما همه آزمایش های ممکن رو انجام دادیم، هر چه که ممکن بود. 50 دکتر در این کار شرکت داشتن. اونها از سراسر فرانسه برای تحقیق اومده بودن. نمیتونید تصورش رو بکنید. دنبال هر ویروسی از سراسر افریقا و آسیا که فکرش رو بکنید گشتن. بدنش رو مو به مو بررسی کردن. خب پس به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟ چون گفته میشه که بعد از خوردن غذا حالش بد شده. بله. بذارین حرفی از یکی از اعضای فلسطینی کمیسیون تحقیق رو براتون بخونم. توفیق تیراوی در ژوئن 2013 گفت اگر در غذای عرفات پولونیوم یا هر سم دیگه‌ای ریخته شده باشه، باید کار یک فلسطینی بوده باشه. شاید از داخل همکاری صورت گرفته. بله مسلماً. شما با این حرف موافقین؟ کاملاً. لابد یک فلسطینی بوده که میتونسته به عرفات نزدیک بشه و سم در غذاش بریزه. پروفسور دیوید بارکلی که از کارشناسان بین‌المللی کالبدشناسیه، اون با اسکاتلند یارد کار میکنه و اهل ایرلنده، گفت که مقدار خیلی کمی از این مواد برای مسموم کردن یک فرد کفایت میکنه و ریختنش در غذا هم راحته و بعد همه سلول‌های بدن متلاشی میشن. آیا قبل از خوردن اون غذا حالش کاملا خوب بود؟ حالش خیلی خوب بود، ولی بعد از خوردن اون غذا همه حساشو از دست داد، حتی نمیتونه احساس ضعف و بیحالی شدید میکرد و موقع مرگش فقط 75 سالش بود. فقط 75 سال. و میدونین شوهر من هیچ وقت سیگار نمیکشید و مشروب نمیخورد. سالم و سرحال بود، ورزش میکرد، خیلی سالم غذا میخورد، کمی سوپ با کمی مرغ، همیشه رژیم داشت و خیلی مواظب خودش بود. بذارین این رو ازتون بپرسم، چون قسان الشکر از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در نابلس در جلسه روز 23 نوامبر گفت حالا دیگر معلوم شده که آقای عرفات مسموم شده بود. میخواهیم بدونیم چه کسی این قتل رو برنامه ریزی کرد، چه کسی پشت اون بوده و چه کسی اون رو اجرا کرده. فکر میکنین هیچ وقت جواب این سوال معلوم بشه؟ نمیدونم، نمیخوام کسی رو متهم کنم. من به دنبال عدالت هستم. شکایت رو هم علیه شخص خاصی اقامه نکردم. در فرانسه برای موضوع یک پرونده قتل علیه مباشر ناشناس تشکیل داده شده. شما میگید نمیتونید انگشت اتهام رو به سوی کسی بگیرید. خیلی سخته. ولی همه یادمونه که وقتی یاسر عرفات در پاریس در بیمارستان بستری بود، شما در رسانه‌ها حاضر میشدین و در تلویزیون گفتید دارن سعی میکنن زنده به گورش کنن. منظورتون از این حرف چی بود؟ من در وضعیت خیلی بدی بودم. یاسر در حال مرگ بود و همه اطرافیانش میخواستن مطمئن بشن که بعد از او پست و مقامی خواهند داشت. میخواستن ببینن که بعد از او چه کسی رهبر میشه. احساس میکنم جو خیلی ناسالم بر اونجا حاکمه. برای همین هم خیلی ناراحت بودم.
و اتهامات مختلفی رو مطرح کردم. من در اتاق مراقبت‌های ویژه کنار همسرم بودم. ولی رسانه‌ها می‌گفتن که سوها داره راجع به پول حرف می‌زنه. خیلی برام دوره سختی بود. خیلی تحت فشار بودم. رهبران فلسطینی و رئیس پارلمان می‌خواستن پیش ما بیان، ولی من از این کار خوشم نمی‌اومد. درست نبود موقعی که او در اقما بود اونجا بیام. برای همین از کوره در رفتم. پس تحت فشار بودین؟ بله، تحت فشار بودم و بیانیه صادر کردم. او دشمنان زیادی داشت و وقتی در اقما بود دشمنانش قوی تر شدن. منظورتون دشمنان فلسطینیه؟ و اسرائیلی ها. برخورد رسانه ها وحشتناک بود. شما گفتید که مردم و حتی فلسطینی ها می گفتن که سوها عرفات داره در مورد پول حرف می زن. فکرش رو بکنید. باید این سوال رو ازتون بپرسم. چون شما گفتین که شما رو ترور شخصیت کردن و بعضی فلسطینی ها گفتن که مثلا در سال 2004 وقتی در پاریس بودین مقامات فرانسوی در مورد 11 میلیون دلاری تحقیق می‌کردن که گویا در حساب‌هایی که تحت کنترل شماست گذاشته شده بود. بله بله. حالا در آپارتمانتون در مالت هستیم و جلوی دوربین و باید ازتون بپرسم اون پول‌ها الان کجان؟ می‌دونید بعد از اینکه بهار عربی اتفاق افتاد معلوم شد که پول دست کیاست، چون تحقیقات جدی در مورد همه انجام شد. پول‌ها پیش شما نیست؟ پس کجاست؟ نمی‌دونم اگه چنین پولی در کار بود تا حالا دیده بودیم. این کار ترور شخصیته، نه علیه من بلکه علیه شوهرم. هدف اون بود. من و دخترم حلقه شکننده این زنجیر بودیم. برای کوبیدن یاسر عرفات به زن و دخترش حمله می‌کردند. همه این داستان‌ها ساختگی هستند. شاید چون شما در پاریس زندگی می‌کردین. مادرتون ریموندا طویل از فعالان معروف حقوق بشر بود که در پاریس مستقر بود و برای آرمان فلسطین مبارزه می‌کرد. پدرتون هم یکی از بانکداران سرشناس فلسطینی بود و شاید مردم فکر کنن که ارتباطات و آشنایان شما خیلی اروپایی هستند. شما فرانسه رو خیلی روان حرف می زنین. در دانشگاه سوربن هم درس خوندین. من در فرانسه تحصیل کردم. فرانسه مثل وطن دومم بود. خب این زندگی شما شاید خیلی با همسر رهبر فلسطینی ها بودن جور در نمی اومد. مردمی که احساس می کنن کاملا تحت محاصره هستن و شرایط سختی دارن. من همه عمرم در پاریس زندگی کردم و چیز تازه برام نیست. من اونجا درس خوندم، زندگی کردم، همه تحصیلاتم اونجا بود و اونجا کار میکردم. پاریس برای من همیشه پاریس بود، با اینکه در یک آپارتمان کوچک زندگی میکردیم. وقتی اسم پاریس میاد همه فکر میکنم من همش در نمایشگاه مد بودم، ولی من هیچ وقت در نمایشگاه های مد دیده نمیشدم، چون برای زنان فلسطینی احترام قائل بودم. نمیتونستم برای خودم بگردم. من در فلسطین به دنیا آمدم و درد و رنج های اونها رو لمس کردم. من همراه خانواده‌ام به اردوگاه‌های آوارگان رفتم و دیدم که در اونجا چه خبره. نمیتونی کسی رو از روی ظاهرش قضاوت کنی. لازم نیست برای اینکه مبارز به حساب بیام، حجاب داشته باشم یا مثل شوهرم لباس بپوشم. مبارز بودن در قلب آدمه. نمیشه فقط با دیدن ظاهر قضاوت کرد. شما موضوع حجاب و ظاهر آدم‌ها رو مطرح کردین. شما از یک خانواده مسیحی بودین، ولی وقتی در سال 1990 با یاسر عرفات ازدواج کردین مسلمون شدین. نوامبر سال گذشته در مصاحبه گفتین عرفات فلسطین رو به کشوری سکولار تبدیل کرد. مردم در غزه به ساحل می‌رفتن. اون هیچ وقت فکر نمی‌کرد که غزه به کشوری اسلامی تبدیل بشه. حماس مردم اونجا رو گروگان گرفته. بله، حماس مردم اونجا رو گروگان گرفته. اگر امروز در اونجا انتخابات برگزار بشه فکر نمی کنم حماس برنده بشه. شما از مشارکت مذهب در آرمان ملی خوشتون نمیاد؟ نه، ما سکولار هستیم. در میان ما مسیحی، مسلمان، یهودی وجود داره. شوهر من میگفت اگر مسیحی خوب یا یهودی خوبی نباشی نمیتونی مسلمان خوبی باشی. ما همه زندگیمون رو وقف نکردیم که یک حکومت اسلامی تشکیل بدیم. ولی اگه سکولار بود پس چرا؟ ما یک حکومت اسلامی آزاداندیش میخواییم، مثل لبنان، اردن و همه حکومت‌های مسلمان سکولار آزاداندیش. ولی خانم عرفات، اگر یاسر عرفات سکولار بود چرا از شما خواست که مسلمان بشین؟ چون اون یک مسلمان سکولار بود، مسلمان و آزاداندیش بود، اما نمیشد با دینش شوخی کرد. اون یک مسلمان واقعی بود. وقتی می‌خواستیم عروسی کنیم از من خواست که مسلمان بشم. این در واقع برای من مایه افتخار بود، چون کم سن‌تر که بودم اسلام رو مطالعه کرده بودم. مادرم ما رو مجبور می‌کرد با بچه‌های مسلمان سر یک کلاس بشینیم و اسلام رو مطالعه کنیم.
در نتیجه اسلام برام تازگی نداشت و اسلام اهل تعامله. این کارهایی که دارن به اسم اسلام میکنن غیر قابل قبوله. شما این رو میگین ولی همونطور که گفتین سالها در پاریس زندگی کردین و میگین اسلام اهل تعامله. واکنشتون به اتفاقات اخیر پاریس چیه؟ وحشتناک. 11 نفر در حمله به مجله شارلی ابدو کشته شدن. وحشتناکه. یک جنایته. فرانسه که آغوشش رو به روی همه این مهاجر باز کرده و بهشون تابعیت فرانسوی داده. نمیشه با فرانسه چنین رفتاری کرد. جواب اونها این کارهای جنایتکارانه نیست. فرانسه گهواره آزادی و دموکراسی و برادریه. در دولتش وزیرانی از کشورهای مسلمان نشین حضور دارن و آغوش رو باز کرده. این کار وحشتناک بود. آیا نگرانین که اختلاف بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها یک جنبه مذهبی هم پیدا کنه؟ بذارین یه مثال براتون بزنم. خاخام یهودا گلیک رهبر جنبشیه که هدفش اینه که یهودی ها بتونن در مکانی که مسجد الاقصا در اون واقع شده دعا و عبادت بکنن. همون جایی که مسلمان ها بهش میگن حرم الشریف و یهودی ها جبل الهیکل. اون اخیراً گفت که همونطور که مسلمان‌ها این امکان رو دارن که در این مکان عبادت کنن، مسیحیان و یهودیان هم باید این امکان رو داشته باشن. ولی مسلمان‌های فلسطین میگن برای ما قابل قبول نیست. البته باید بگم که دولت اسرائیل نمیگه این اتفاق باید بیفته. ولی معناش اینه که این اختلاف داره ابعادی مذهبی هم پیدا میکنه. هم در میان بعضی اسرائیلی‌ها و هم برای حماس که جنبشی اسلام‌گراست. این حرف خیلی تحریک‌آمیزه. منطقه در حال جوشیدنه و لازم نیست زغال بیشتری در آتیشش بیاندازیم. نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. خیلی وحشتناکه. الان وقت رفتن به مسجد الاقصا نیست. دیگه قضیه فقط به فلسطینی ها مربوط نمیشه. قضیه بین‌المللیه. از چین و هند و پاکستان گرفته تا همه جهان عرب. این کار به منزله تحریک تک تک مسلمان ها در جهان عرب و کل جهان اسلامه. یعنی 1.5 میلیارد مسلمان در کل دنیا. این کار خیلی خیلی خطرناکه و باعث شعله ورتر شدن اختلافات میشه. مسئله همینه که اگر راه حلی برای مسئله فلسطین پیدا نشه، بحران تشدید میشه و جنگ مذهبی منطقه رو فرا میگیره. این خیلی خطرناکه و نگران کننده است. نباید در منطقه جنگ مذهبی به راه بیفته. نظرتون درباره تقویت بعد مذهبی جنبش‌های فلسطینی چیه؟ همونطور که پیشتر گفتیم حماس رو داریم که شاخه‌ای از سازمان اخوان المسلمینه و فتح رو که سکولارتره و رهبریش رو شوهر فقید شما در دست داشت. مثلا در نوامبر گذشته دیدیم که در غزه که حماس در اون قدرت زیادی داره به فلسطینی‌ها اجازه نداد برای 10 سالگرد مرگ یاسر عرفات مراسم یادبود بگیرن. استادیومی که قرار بود در اون حاضر بشن تخریب شد و مردمی که می‌خواستن تجمع کنن توسط مسئولان متفرق شدن. قضیه فقط متفرق شدن نبود. اون اتفاقات خیلی به من برخورد و عصبانی شدم. میدونید یاسر عرفات یک رهبر جهانیه. فقط فلسطینی نیست. عربه اما یک رهبر بین‌المللیه. و حماس هیچ حقی نداره که جلوی بزرگداشت قهرمان و بنیانگذار آرمان فلسطین رو بگیره. بعضی در استادیوم بمب منفجر کردن و تعدادی بمب هم در مقابل خانه رهبران فتح قرار داده شد. البته حماس میگه ما نمیدونیم کار کیه، ولی این دیگه از اون حرف هست. هر اتفاقی در غزه بیفته شما مسئول تامین امنیت هستید. هیچ این کارشون رو نپسندیدم. این همه مبارزه برای تأسیس حکومت اسلامی در فلسطین نبوده. این همه شهید که در جاهای مختلف از جمله لبنان و سوریه داشته ایم برای ایجاد یک حکومت اسلامی نبوده. ما با قوانین اسلامی مشکلی نداریم چون به دین اسلام احترام میذاریم، ولی حکومت اسلامی نمیخوایم. ما نباید به شاخه از اخوان المسلمین تبدیل بشیم. آرمان ما دینی نیست، ملیه. آرمانتون ملیه و خیلی از ملیگراها اصلا مسلمان نیستن. بله، حتی در بین اطرافیان عرفات. بیشتر اونها مثلا جورج حبش و نایف حواتمه یا رهبران خیلی مهم دیگه مثل ودی حداد که عملیات‌های زیادی علیه اسرائیل انجام داد، همگی مسیحی بودن. در لبنان هم همینطوره، در حزب بعث هم همینطوره. در بغداد خیلی از اعضای حزب بعث مسیحی بودن. آرمان ما مذهبی نیست و این مسئله خیلی خطرناکه. ما دنبال این نیستیم که فلسطین یک حکومت
اسلامی داشته باشه. شما اخیراً گفتین که به نظرتون مبارزه مسلحانه دیگه فایده نداره. وقتی به میراث شوهرتون نگاه میکنین که شاخه زیتون رو در یک دست و سلاح رو در دست دیگش گرفته بود، آیا فکر میکنین که اشتباه میکرد که فکر میکرد مبارزه مسلحانه هم میتونه نتیجه بخش باشه؟ یاسر عرفات در ابتدا به مبارزه مسلحانه رو آورد و من قصد ندارم در مورد این کارش قضاوتی بکنم. این قضاوت رو تاریخ باید در موردش بکنه. ولی ما در دنیای نابرابر زندگی میکنیم. وقتی یک راکت به اسرائیل شلیک میشه، همون روز هزار نفر از این طرف کشته میشن. خبری از برابری نیست. ما نمیتونیم در مورد مردممون به ریسک‌های حساب نشده دست بزنیم. در غزه دوباره با آوارگی مردم روبرو هستیم. حدود 500 هزار نفر دوباره آواره شدن. منظورتون بعد از حوادث تابستان گذشته است دیگه؟ بله، بیش از هزار نفر هنوز در اقما یا بخش مراقبت‌های ویژه هستند. برای چی؟ به چه قیمتی و در ازای چی؟ من بهتون میگم در ازای چی. قبل از دست دادن به این کارها، حماس باید در نظر بگیره که اونها در غزه تنها نیستند. مردم اونجا زندگی میکنن. اونجا متراکم‌ترین شهر جهانه و اونها باید از این مردم محافظت کنند. میگن تونل درست کردن. چرا برای مردم سرپناه درست نمی‌کنین؟ چرا سرپناه درست نکردین؟ یعنی میگین حماس باید از مبارزه مسلحانه دست بکشه و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه؟ اونها باید خطرات رو بسنجن. ببینین، البته که باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، چون راه دیگه‌ای وجود نداره. نگید که اونها میتونن اسرائیل رو از بحر تا نهر نابود کنن. آیا خوشبینین که ائتلاف بین حماس و فتح پایدار بمونه و محمود عباس اونقدر قدرت داشته باشه که فلسطینی‌ها رو در کنار هم نگه داره؟ نه، من فکر میکنم اونها هر کدوم برنامه متفاوتی در سر دارن. حماس باید از بخشی از شبکه‌های جهانی اخوان المسلمین بودن دست برداره. اگر این کار رو بکنه و همه تمرکزش رو روی مردم فلسطین بذاره، شاید راه حلی پیدا بشه. ولی اونها هر کدوم برنامه جداگانه‌ای دارن و فکر نمی‌کنم هیچ وقت بین فتح و حماس برقرار بشه، چون حماس هیچ وقت امنیت رو به فتح واگذار نمی‌کنه. از مرگ یاسر عرفات 10 سال میگذره و وقتی به وضعیت فلسطینی‌ها در طی این سال‌ها نگاه می‌کنین، می‌بینین که اصلاً به تشکیل یک کشور نزدیک‌تر نشدن. در ژوئیه و اوت گذشته 2000 نفر در جریان جنگ کشته شدند. البته محمود عباس در عرصه دیپلماسی موفقیت‌هایی داشته و تونسته به پیمان دیوان کیفری بین‌المللی بپیونده. اما وقتی به میراث یاسر عرفات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نتونسته برای مردمش و کشورش صلح و ثباتی که به دنبالش بودن رو به ارمغان بیاره. محمود عباس کار آسون رو در پیش نداشت. او همه سعیش رو کرد که وضعیت فلسطین رو بهتر کنه. در سال 2012 از سازمان ملل خواست که فلسطین رو به عضویت قبول کنه. به عنوان عضو ناظر. بله، داره همه سعیش رو میکنه. ولی میگه من یاسر عرفات نیستم. من رو با یاسر عرفات مقایسه نکنید. من محمود عباسم. او طرز فکر خاص خودش رو داره. جانشین یاسر عرفات شدن کار راحتی نیست. دلیل اینکه پیشرفتی به دست نیامده اینه که اسرائیل به شهرک سازی و ساخت دیوار حائل ادامه میده. آیا میراث یاسر عرفات میتونه از طریق دخترتون زهوه، یعنی دختر یاسر عرفات، ادامه پیدا کنه؟ آیا اون میتونه در آینده و وقتی بزرگتر شد رهبری مردم فلسطین رو به دست بگیره؟ سوال خیلی سختیه. داشتن نام او برای ما افتخار بزرگیه، ولی در عین حال بار سنگینی هم هست. دخترمون هنوز کم سنه و داره درس میخونه. من نمیخوام چیزی رو بهش تحمیل کنم. باید هر چیزی رو که میخواد انتخاب کنه. شما دلتون میخواد که این انتخاب رو بکنه؟ واقعا انتخاب با خودشه. در مورد میراث عرفات، در حالی که رهبران عرب دیگر رو مردم کشتن و یا به زندان انداختن، مردم سر مزار یاسر عرفات میرن، گریه میکنن و درباره اون مثل یک قهرمان بزرگ صحبت میکنن. میراث او ادامه خواهد داشت. سوها عرفات، خیلی ممنون از اینکه مهمان هارد تاک بودین. متشکرم.